سلام رفقا، به پلاتو خوش اومدین. نیلی به یه سفر مهیج میره و اتفاقایی براش میفته. پویان هم برمیگرده ترکیه تا یه سری کارهای اداری انجام بده، ولی به طور خیلی اتفاقی بعضیا رو اونجا میبینه. ریحانه هم با دوست پسرش عالمی داره، ولی دوست پسرش خیلی زرنگه و به روشهای تهدیدی از زیر زبون ریحانه حرف میکشه. غیر از همه اینها، بازگشت غرورآمیز مینا نامداری به عرصه شاخبازیا رو هم داریم. پس این ویدیو رو از دست ندین تا ببینیم کی کیو دیده. بعد از یک مسافرت که با گشتن تو ساحل و خوشگذرانی با گربه‌های دریایی همراه باشه، مسلماً تنها یه چیزی میچسبه که اونم دوز دوم واکسنه. نیلی هم که از این سفر پرهیجان و پر از اتفاق برمیگرده، اولین کاری که میکنه زدن واکسنه. فقط خیلی میترسه، جوری جیغ جیغ میکنه انگار دارن میبرنش عمل قلب باز بدون بیهوشی روش انجام بدن. یا علی آی چه خبرتونه؟ واکسن برای نیلی اولین عوارضش رو نشون میده. حالش بد میشه و تب میکنه. کلن بهش نساخته. فاز فوت برش میداره، یعنی احتمال میده توی همین چند روز آینده افقی بشه. البته شیر میشه، طوری که انگار اصلا از مرگ نمیترسه. سوالم براش پیش میاد که چرا انقدر بقیه از مرگ میترسن؟ لایلا میگم چرا آدم ها مردن میترسن؟ خب چرا میترسن؟ خدا گفته که بالاخره تش باب بمیر. خدا من نیست، اما زندگی خوشکشه. میخوان هم با زندگی کنن دیگه. یک روز نمیریم. آره. حالا اینکه نیلی کجا بوده که توی هتل ازش با دست گل استقبال کردن رو کاری نداریم. خودش که میگه کالیفرنیا بوده، ما هم سعی میکنیم باور کنیم که اون حتما کالیفرنیا بوده، ولی بالاخره سفر تموم شد و برگشته استانبول. جالبتر این که همزمان پویانم یه سفر به ترکیه داشته، اونم میگه کارای اداری داشته. البته با کارای اداری که دنیا با اون جن داشته فرق میکنه، ولی پویان برای سند زدن و مدرک بازی رفته ترکیه. دو روزی منم رفته بودم ترکیه، کار داشتم، داریا رو گذاشتم، برگشتم، یه سری امضا باید میزدم یه جا، یه سری کارهای سند مدرکی داشتیم انجام دادیم. از قدیم میگن دل به دل راه داره، یعنی حداقل در مورد پویان و نیلی که این قضیه درست از کار در اومده، یعنی اینکه هر دو با هم برن دوز دوم واکسن رو بزنن تصادفی نیست، پای دل در میونه. پس اگر نیلی رفته زده، پویانم باید بره دوز دوم رو بزنه. البته اون دیگه مثل نیلی جیغ جیغ نمی کنه و آروم میره تا واکسن بزنه. با این همه برای اون هم واکسن عوارض داره. فقط اگر نیلی تب کرده، پویان شنگول شده، ولی زبونش بند اومده و لکنت میگیره. رفقا فایزری هم که زدم واکسن بوده. چی؟ واکسنی که زدم فایزر بوده. امی پرسید دیخت زاره پرسید آدم ها. چاموزان ماسکش و دستکش داشت. دانش آموزان ماسک و دستکش داشته باش. من نمیدونم چرا واکسن میزنم، الان دوست دومم زدم، همین داستانه. انرژیم زیاد میشه، نمیتونم بخوابم، چیکار کنم؟ چرا تو من برعکسه؟ میشه هر ماه یه دونه بزنم؟ این امکان هست اینجا؟ به جون تو نمیدونم، بقیه میگن تب میکنیم نمیدونم فلان، من سرحال میشم، خوابم پرید الان دو ساعت تو تخت خواب نتونستم بخوابم. خب میرسیم به اینجا که نیلی به سفر کوتاهی میره و پویانم دو روزه برمیگرده به ترکیه.
خیلی هم زشته که تا اونجا رفته ولی سری به دوستای قبلی نزنه. موفقم شده چند روزی سر داریا رو زیر آب کنه تا راحت تر باشه. ولی نهایتاً به انگلیس برمیگرده. حالا اونجا هم کار اداری براش پیش میاد و میره دنبال کارهای بیمش. ولی از اونجا که اون توی هر کشوری با یک اسم پاسپورت گرفته و برای اینکه اینترپل دستگیرش نکنه 100 تا هویت متفاوت داره، حالا برای کارهای اداریش به مشکل میخوره. اینقدرم پیچیده است که باید هر چه زودتر برگرده همون جای قبلی که بود، یعنی ترکیه، که این مشکلاتو نداشته باشه. آقا این اینشورنس اینجا هم داستانی دارم، یه سری چیز بیز داره باید فعال کنیم. اومدم الان بیرون فعال کنم مال ترک و این داستاناشه و عرض به خدمت شما که نتونستیم فعال کنیم. بعد هیچ الان میگن که خرابه ترکه، باید یه دونه ترک جدید بذاریم. ترکیه خیلی راحت بود، این چیزا رو نداشت اصلا، خیلی دنگ و فنگ داره اینجا. چیکار کنیم، برگردیم ترکیه یا چی؟ نه با تازه اومدیم که بمونیم. اینجاست که باید به اون صحبتهای بهادر وحشی که میگفت نیلی و پویان با همن فقط ادای حال بدا رو در میارن یه جور دیگه نگاه کنیم. تفلک خیلی هم بیرب نمیگفته. انگار حالا پویانم احتمالاً به زودی هویتای جدیدش توی انگلیس لو میره و اونجا هم دیگه براش امن نیست. پس اگر بخواد برگرده ترکیه بالاخره یکی باید باشه ازش استقبال کنه، که چه کسی بهتر از نیلی؟ آخه اگر قبلا ریحانه بود که رفیق شفیق پویان به حساب می اومد، این روزا دوست پسر عکاس پیدا کرد و سرگرم کارای خودشونه. دوتایی با هم خیلی خوش میگذرونن. فقط پسر انگار اول میخواد از ریحانه بازجویی کنه، اونم توی لایف. هرچی پویان نتونست ریحانه رو کنترل کنه، این جدید خوب بلده چطوری از زیر زبون ریحانه حرف بکشه. تهدیدش هم اینه که ریحانه یا باید سوالا رو جواب بده یا اگر نگه باید بخوره. گفتی بیا بخور، بیا میخورمت. چی رو بخور؟ چی شده بود؟ کلن جمع همه تو استانبول جمعه. اتفاقا چند روز پیش یکی از اون خوباشون رو از دست دادیم. خودش که میگفت بدحال و دلش گرفته، حالا میخواد بره روستایی یا جایی که نشناسنش. شماره تلفنش رو هم کلی تبلیغ کرد، ولی جماعتی رو تو کف گذاشت تا غیر از خرید ملک باهاش تماس نگیرن. حالا انگار دلتنگیاش رفع شده و دوباره برمیگرده به تنظیمات کارخونه. البته قبلا هم گفته بودیم همه اینا الکیه، فقط میخواد تبلیغات کنه، یعنی دستشون برای همه رو شده دیگه. ایشالا که همهش به تو کفون و ممن این تو مسیجیم جون داده کار را میکنه، من جون داده. خلاصه دوباره داره یه اتفاقایی میفته. احتمالا به زودی لایو نیلی تو بغل پویان از همه شبکه‌های خبری پخش میشه. ولی پویان این دفعه نمیتونه سیستم بنداز و در روی داشته باشه. نیلی هم بهش اخطار میده که دیگه اون روزا گذشته. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین. لایک و سابسکرایب رو هم فراموش نکنین.